سلام و درود، امیدوارم که حال همتون خوب بشه. ما قراره توی این قسمت برای انیمیشنمون یک بک‌گراند آماده کنیم. من تا از اونجایی که آموزش ما همیشه صرف تا صدی اینجوری نیست که بیام همینجوری بک‌گراند دل مو آماده کنیم. از اول با هم دیگه شروع می‌کنیم. من توی سایت فری پیک یک سری فایلایی که نیاز داشتم رو پیدا کردم و شما باید دقیقاً همینجوری عمل کنید، یا طراحتون براتون طراحی کنه، یا اگر پروژه معمولی نیاز به کار حرفه‌ای نداره میتونید برای خودتون سایت فری پیک و این چیزا پیدا کنید. من حتی پروژه حرفه‌ای هم پیشنهاد میدم تو سایت فری پیک بگردید، خیلی چیزای خوبی پیدا میکنید، مگر اینکه یه سری چیزا دیگه یک مسیری داشته باشی، یک استوری بورد داشته باشید که همه چیز یک شکل و یک نواخت باشه، اون دیگه داستانش کلا متفاوته. باید حتما طراح داشته باشید کار حرفه‌ای. من اومدم یک بک گراند اولیه برای اون زمینی که کاراکتر من، همون کاراکتری که توی جلسات قبل امروز صحبت کردیم، میخواد به پر آماده کردم، یا همچین چیزی پیدا کردم ببخشید. و توی این حالا قرار شخصی سازیش کنیم، قرار همینجوری مستقیما بریم تو دل ماجرا. و توی این قسمت یه سری ابر قرار از اینجا که وقتی میپره هوا، همونجوری که توی انیمه تبرش دیدیم، از یه جایی به بعد دوربین که زوم میکنه برسه به ابرها و ابرها از کنارش رد بشن و ابرها رد کنه و بعدش میرسه به سیارات مختلف. اینجا میبینید دیگه ساترن و جوپیتر و مرکوری و ونوس و هر چیزی که هست اینجا میبینید، به جز زمین که خب تو زمین هست و به جز سیارهایی که قبل از زمینن. حالا اینو دیگه با هم دیگه بررسی میکنیم و یه سری از این فضاپیماها و موشکها کنارش رد میشن و همچنین ماهواره ها و بعدش میرسه به یکی از این کهکشان ها به سلیقه خودم مثلا من ترجیح میدم این باشه، حالا شما هر کدوم که دلتون میخواد، که در نهایت وقتی رسید به این کهکشان، یعنی از همه خارج شده، یک فیگوری میگیره، یک حرکت نمایشی انجام میده که این میشه یه حالت اینتری از انیمیشن مثلا ما و قرار مثلا انیمیشن های حرفه‌ای. مثلا دیدید که بعد از انیمیشن ها اون کاراکتر وقتی خشمگین میشه یک حرکت نمایشی انجام میده و حالا ما قراره حرکت نمایشی رو با هم دیگه پیاده سازی کنیم روی کاراکترمون. من همین رو دانلود کردم. طبیعتا وقتی دانلود کردم توی فایل اصلیم کنار فایل اصلیم قرار دادم، یک فولدر درست کردم به اسم بی جی، یعنی بک گراند، و همه اینا رو بردم داخلش. اولا اکسترکتشون کردم و حالا هر کدومشون رو اومدم داخل نرم افزار ایلستریتور باز کردم. فرمت های مختلفی هست، من ترجیح میدم از فرمت EPS و AI استفاده کنید، که توی سایت فری پیک فقط کافیه که فرمت رو بذارید روی وکتور، چون اگه وکتور نباشه مجبور میشید به بازطراحی، چون خیلی از فایل ها رو نمیشه بدون اینکه وکتور باشن خوب ازشون استفاده کرد، باید بازطراحی کنید. من میام برای شروع استارت کار رو میزنم. آقا من ابر میخوام، پس بک‌گراند ابرا چیه؟ من اصلا نمیخوامش، دیلیتو میزنم روش. خب میام ابرا رو میخوام انتخاب کنم، میگه همه با هم دیگه انتخاب شه. آقا من نمیخوام همه با هم دیگه انتخاب شه. چیکار میکنم؟ میام دونه دونه ابرا رو انتخاب میکنم، مثلا میگم تو اکسپورت سلکشن، مثلا تو رو دوست دارم، خب از ست 2 تو خروجی بگید. بعد چک میکنم ببینید سایز 5 برابرش، میخوام ببینم آیا سایز مناسبی هست یا نه. یه لحظه بازش میکنم، بله سایز خوبیه، حتی 4K هم بسازید باز زیاده. این ابرا رو دیگه من نیاز ندارم، من یک سری چیزی که نیاز داشتم از این ابرا خروجی گرفتم. میگه میخوای سیو کنی؟ میگم آقا من برام مهم نیست، من چیزی که میخواستم رو به دست آوردم. خب این فایل ها میبینید چقدر جزئیات ریز داره و قطعا بسیار سنگینه. من میام اینجا اون چیزی که دلم میخواد رو پیدا میکنم، چیزی که نمیخوام رو خاموش میکنم. من اسم میکنم، میدونم الان دقیقاً دنبال چی میگردم، اینه چیزی که من میخوام. اینو اکسپورت سلکشنش میکنم و بذارید ببینم این سایه اون چیزاش مثل این که داره اذیت میکنه. پس من میام این سایه هایی که زیرش هست رو میخوام ببینم آیا میتونم جدا کنم ازش. دوستان من میخوام ببینم که آیا میشه اینها رو از هم جدا کرد. بذارید مثلا اینا رو پاک کنم ببینم میشه این سیاهی هاشو کم رنگ کرد یا نه. خب این فایل یه جورایی به خاطر سایه هایی که زیرش خورده به درد ما نمیخوره. من توی کاری رو چک کردم، حالا من میرم سراغ ادامه ماجرا.
توی جلسه بعد یه دونه کهکشان دیگه پیدا میکنم که به دردمون بخوره و میارم ازش استفاده کنیم. این فایل این قسمتای سیاه رو زیاد داره و فایده نداره الان جدا کردنش. یک همچین بک‌گراندی رو داریم. من میخوام یکم زوم اوت کنم. ماه رو قطعا توش نمیخوام. من ماه رو میخوام پیدا کنم اول. یک کلیک میکنم روی لایه ماه. میام پایین و از اینجا طبیعتا این ماهه. ماه رو کلا نمیخوام. این شاخ و برگ جلو رو یکم که کنترل مثبت بزنم زوم کنم نمیخوام. بذارید ببینم. من میخوام ببینم آیا لایه‌ای هست که دور همه لایه‌ها رو گرفته باشه و اذیت میکنه. بله بود. من این رو نمیخوام. این یکی شاخه هم نمیخوام چون کاراکتر من قرار جلوترین قسمت قرار بگیره. من نمیخوام اینا باشن. و خب کاری که میخوام انجام بدم اینه که این یه سری گیاه‌ها رو مثلا این خب میخوام هاید باشه الان. خب یا اینی که آره بذار هاید باشه. شما هاید شو. شما نه صخره‌ای هاید نشو. شما یه گیاه ساده است. گیاه نزدیکتر میخوام. گیاه نزدیکتر بذار ببینم این درخته کجاست. تو مخفی شو و در نهایت تو هم مخفی شو. خب یه سری گیاه رو پیدا کردیم. این هم حالا بد نیست که این کارو باشه انجام بدیم. تو هم مخفی شو. بقیه این بک‌گراند دو دیگه نمیخوام از هم دیگه جدا کنم. مثلا نیازمند این نیست که از هم جداش کنم. فقط من بذارید من اضافاتش رو پاک کنم. این شفقا رو من نمیخوام اصلا. خب این ستاره های توی آسمون هم من بذارید ببینم کجا میتونم پیداشون کنم. ستاره های توی آسمون رو من اصلا این رو نمیخوام. من لایه‌شون رو باید پیدا کنم. ببینم عقب‌ترین لایه میشه این. پس یه جورایی بله اینا هستن و من اینا رو نمیخوام. همچنین من اون بک‌گراند مشکی رو هم نمیخوام. اونو خودم میسازم. نیاز نداره چون موقعی که میخواد به حرکت در بیاد همه چیز رو خراب میکنه این کار. کل این رو ببخشید کلش رو سلکت میکنم. اکسپورت سلکشن میزنم. اینجا هم خروجی داشته باشم. حتما روی پی ان جی باشه تا بدون بک‌گراند باشه همه چیز. من یه خروجی از اینم میگیرم و ببینم 660 کیلوبایت اصولا ابعاد خوبیه. بزرگه قطعا چون حجمش بالاست برای یه عکس وکتوری که خروجی گرفته. من اینا رو که الان استفاده کردم حالا دیگه میخوام یه کار دیگه انجام بدم. بیایم از اینجا به بعد اینایی که ببینید اسخای میکنم. من اینا رو برگردونم. خب فقط اینایی که بله اینی که میخوام رو فقط میخوام دیگه از این بعد خروجی بگیرم. اونایی که هاید کرده بودم به صورت جداگانه خروجی گرفته بشه. و بعد از اینی که این کار انجام دادم خب مجدداً همه اینا برمیگرده به حالتشو که دیگه قاطی نکنم اینا رو من. و برگشت هم که میشه ستاره ها. خب من تمام این گیاه ها رو این عکس اصلی رو همه رو برگردوندم و میگه میاد میخواین سیوش کنم. خب من نمیخوام چون عکس رو بنده هم اومان رفرنس ازش استفاده میکنم. خب و اینجا میام و میگم که اینها رو به صورت جداگانه ببینید. خب این اول از هم جدا هستن یا نه که نیستن و حالا که نیستن هیچ مشکلی وجود نداره. میام به صورت جداگانه یه سری ها رو خروجی میگیرم. اکسپورت سلکشن رو برای این میزنم. اکسپورت سلکشن رو برای این و همچنین ببینید الان من اینا رو هم خروجی میگیرم سریع. بذارید وقت شما رو با اینا هدر ندم. خب من اینا رو بعدش خروجی میگیرم بعد از ویدیو. فقط کلیتش خواستم یاد بگیرید. الان میرم توی همون سایت فری پیک. خب و برای اینکه در جریان باشید من یک گلکسی اینجا سرچ کردم. خب
ببینم سیاره یک کهکشانی که مد نظر من هست اینجا آیا پیداش میکنم یا نه؟ خب بالاخره من یک همچین چیزی رو بذارید با یه اکانت دیگه هم پیدا کردم. متاسفانه رسیدم به جایی که اکانت پریم اکانت معمولی من تمام شد، من با یه اکانت دیگه وارد شدم و اینو الان که میبینید دانلودش کردم. اومدم حالا بعد از دانلود اکستراکتش کردم، کاراشو انجام دادم و الان داخل ایلستریتور بازش کردم. یک همچین فایلی هستش، من میتونم بک‌گراندش رو جدا خروجی بگیرم و همچنین تمام فایل ها رو به صورت جداگانه. خب من میام چیکار میکنم دوستان؟ این فایل رو همینجوری نگهش میدارم. این فایل رو گفتم بهتون ما برای کار کردن با موها به افتر افکت و نرم‌افزار جانبی هم نیاز داریم. این فایل رو به همین شکل میذارمش و با هم دیگه توی نرم‌افزار افتر افکت این رو انیمیت میکنیم. یعنی این رو ببینید، چون میخوام خروجی ازش بگیرم امکان داره یه مقدار کارهای بیکیفیتی بشه. البته بذارید من این رو توی موها فعلا خروجی بگیرم براتون. ببینید من تمام اون فایلای سیاه پشتش رو پاک میکنم که اذیتمون نکنه. توی این حالت هم به همین شکل عمل میکنم و حالا من میام انتخاب میکنم. حالا دونه دونه خب حالا میام از کل بک‌گراند، کل چیزایی که باقی مونده دیگه نیاز نداره حالا جداشون کنم، اینو خروجی جدا میگیرم و میگم که تو هم یک خروجی به من تحویل بده و تمام شد. اینا رو فعلا توی موهو انیمیت میکنم، بعدا آموزش انیمیت کردن توی افتر افکت هم بهتون آموزش میدم که بتونید از دوتا نرم‌افزار کنار هم دیگه استفاده کنید، کار خوبی میشه باشه انجام داد. این قسمت ما تونستیم همه این کارا رو انجام بدیم، خروجی‌ها رو بگیریم، برای قسمت بعدی که می‌خوایم توی نرم‌افزار موهو بچینیمش آماده‌شو کنیم. توی قسمت بعدی توی نرم‌افزار موهو با هم دیگه این کار انجام میدیم. من اگر 0 تا 100 دارم کار می‌کنم، برای اینکه شما هم با سایت فری پیک با سایت دانلود هم آشنا بشین، هم بدونید فرآیند چطوری، مستقیما یه دفعه گیر نکنید توی موهو چطوری اینا ظاهر شد، این فایلایی که آقای رضایی میاره از کجا میاره، همه اینا رو من داخل کانال تلگرامم براتون قرار میدم، میتونید از اونجا دانلود کنید و استفاده کنید. خدا نگهدار.